یه وقت هست که شما میخواین برین یه جایی، یه معشوقی دارین، میخواین برین یه جایی، بعد یه اصلی پیدا میکنین، حالا قدیم اصل بوده، حالا میتونین با جمع و جد برین. گفتش که یه شاعری گفته بود که شاعر نوپرداز که حلقه ها بر در زدم دروانه شد، بار دیگر حلقه بر در کردم، گفتم بابا تو باید که اف را زدن، برای اینکه حلقه نیست الان بر در را. امروز بایستی که با وسیله ما مرکب خودش، اون موقع شما فرض کنید اسب رو میخواین سوار بشین و شما برید به یه مقصودی برسین. اما اگر که این در ادبیات میگن که اون معنایی که آدم میخواد بگه اون سواره، اون لفظی که انتخاب میکنه و صورتی که انتخاب میکنه اون مرکبه. مثلا شکسپیر میخواد بگه که مطلبی میخواد بگه، میخواد بگه من دیگه پا به سن گذاشتم، که بیچاره پا به سن هم نگذاشته، مثلا در 58 سالگی در گذاشت و دوران پیری خودش میخواد توضیح بده. البته شاعر اینا هم یه اشتباه دیگه است، فکر میکنن شاعر بخواد دوران پیری خودش بگه، داره دوران پیری رو داره میگه. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، ممکنه در سن 20 سالگی گفته حافظ، اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا چون پیر شده بوده اینو گفته. اصلا اونا به دلیل مسائل شخصی حرف نمی‌زدن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، درسته که شهره شهر بوده، ولی این حرفو گشتی که تو بگی، که من بگم، که برم تلاش بکنم بگم که چرا من نباشم، منم شهره شهر بشم، همه بگن که اینم عاشقه و هر کس که دید بوی عشق بشنوه از رفتار و گفتار و کردار آدم، رد پای عشق رو آدم به جا بذاره یا رایحه عشق رو از خودش به جا بذاره وقتی رد میشه. یعنی یه چیز آدم داره میره، رد پا از گاو و گوسفند رد شده معلومه، خرس رد شده معلومه، شیر رد شده معلومه، آدمیزاد هم رد شده معلومه. ما در از گذرگاه این عالم شدن رد میشیم، رد پای آدمیزاد باید بذاریم، یا عطر و بو و رایحه آدمیزاد. آدمیزاد هم مهمترین صفتش عشقش بوده که بر فرشته و ملک و فلک برتر شده، وگرنه در بقیه صفات از آدمیزاد همه جلو هم. اینه که اون پیری رو میخواد مثلا فرض کن شکسپیر بگه، اینو بهش میگن، اون مرکب رو میگن ویکل، یه ویکلی میخواد. در هر متافور یعنی یک استعاره، استعاره اینیست که آدم آریت میکنه، میره قرض میکنه یه چیزی رو، یه اسبی رو مثلا که سوارش میشه بره یه جایی. استعاره خودش مطلوب نیست که آدم بخواد مثلا هی استعاره به سوزه و تشبیهات بکنه، خیال او چون مهتاب زورقی است در فلان، یه حرفی باید داشته باشی که اینا رو استخدام بکنی، یه حرفی آدم باید داشته باشه که بعد بتونه اون حرفا رو سوار این زورق بکنه، سوار این مرکب بکنه که بگه. اینکه اروپایی هم میگن هر متافوری دو بخش داره، یکی تنور TENOR، چون دانشجویان جاست من گاهی نظر میکنم، تنور یعنی اون محتوا، اون حرفی که میخوام بزنم، ویکل یعنی مرکبی که این محتوا رو سوار اون میکنم و بیان میکنم. اون وقت بنابراین کدوم مهمه؟ اون تنور مهمه، اون حرفی که میخوام بزنم مهمه. اینا رو البته وسیله کردم برای اینکه بهتر به دل شما بنشینه، بهتر به دل شما بنشینه، میخوام بیان کنم. شکلی سه تا تصویر کشیده، سه تا مرکب گذاشته، سوار سه تا مرکب کرده اون احساس خودش رو. اونی که میگه that time of year thou mayst in me behold، حالا من پارتش میکنم براتون، میگه تو اون زمان از سال رو در من میبینی که درختان برگهاش ریخته، یا نه یه 4-5 تا برگی مونده هنوز، که اونا هم در مقابل باد سخت داره میلرزه، و شاخسار خشک و خالی میبینی که یه روزگاری تا دیرگاه پرندگان در اون آواز میخوندن، ولی الان their ruined choir where of late the nightingale sang، میگه که اینجا الان به صورت یک ویرانه متروکه‌ای در آمده، چون در همون زمان معاصر همون زمان یه عده متعصبین مذهبی اومده بودن گروه کور رو در مخروب شده بود، آشغالدونی کرده بودن، انبار کرده بودن، اون قسمت گروه کور کلیسا رو نمیذاشتن بخونه. اینکه شکلی زمن این که این درخت رو هم باز به اون تشبیه میکنه، تازه این درخت خودش یه مرکبه، این درخت رو میگه که من مثل اون درخت هستم که برچند برگی مونده، و میگه که این their ruined choirs،
where of late که قدیم تا دیر وقت nightingales یعنی بلبلان در اینجا آواز میکنن. بلبلان ضمناً همون گروه کور بودن، ضمن اینکه بلبلان بر درخت میخونه. این کلمات رو وقتی به کار میبره، تمام این کلمات اون احساسات او رو به شما منتقل میکنه، ضمناً یه تصویر مشخص روشنی هم بهتون میده. بعد میگه که یا تو در من غروب روزی رو میبینی، یکی، یا تو در من غروب روزی رو میبینی که بر دامن مغرب میشسته، به قول الیوت it rises like a patient on the horizon on the hospital bed، یعنی غروب رو خوشی یا روز رو میگه که چیزش کردن دکتر بیهوشی دوابش شده، بیهوشش کردن، درازش کردن در افق و اترایز شده اونجا. یا تو در من غروب روزی رو میبینی که بر دامن مغرب میشسته و شب هولناک اندک اندک داره او رو مثل هیولایی در کام خودش فرو میبره. حالا نظامی اینجا چه کار کرده؟ بلغله است که من بعد نیست که چند بیت براتون بخونم که از اون شعرهایی است که هوش از سر آدم میبره و ضمناً اینقدرم مشکله از اون جایی که آن اپروچبل نظامی در بعضی جاها اصلا نمیشه به نظامی نزدیک شد. میگه که طفل شب آقید مخواد بگه شب شد، شب شد و خورشید که چون سپر انداختن آفتاب گشت جهان را سپر افکن براب. آفتاب سپرش انداختن، آفتاب یه سپره، سپرش انداخت پایین و زمین در مقابل سپر خودشه که همون سیاهی و سایه خودش باشه انداخت بر آسمان. زمین سپر خود که به جای اون سپری که رفت پایین انداخت بر آسمان، گشت زمین را سپر افکن براب. با سپر افکندن او لشکرش تیر کشیدن به قصد سره. لشکرش عبارتن از همون ستاره های یکی در اومدن، اینا لشکر خورشیدن در واقع، بچه های خورشیدن، ولی وقتی دیدن خورشید سقوط کرد همه اومدن تیغ کشیدن که سرش رو ببرن. نظام میگه آدم ها اینجوری هست، به محض اینکه کسی میفته همه شمشیر میکشن. گاو که خرمهره به دو در کشن، گاو خیلی محترمه، خرمهره میکشن و چیز بهش آویزون کنن که زنده است، چون که بیفتد همه خنجر کشن. بعد میگه تفت شب آهیخ چو در دای دست، زنگله روز فراپاش بست. طفل شب دستشو آویخت فلک، دایه یعنی همون فلک آسمان، زنگوله روز رو برای اینکه این بچه سر صدا نکنه، بچه تازه به دنیا اومده بود، بچه شب، خیلی پیچیده‌تر از نظامی ها از برکتیف شکسپیره. این طفل شب تازه به دنیا اومده بود، بچه رو برای اینکه آروم بکنن گفت روز رو به صورت زنگوله بستن به پایین و خورشید رو زنگوله پای شب کردن، یعنی زیر پای شب لگد کوب شد. طفل شب آهیخ چو در دای دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب اندیشناک، ساخته معجون مفرح ز خاک. و اون دایه برای اینکه این شب رو که سودایی شده و شب سیاه دیگه سودایی شده و این بیماری سودایی اینو معالجه بکنه، یک معجونی درست کرده. معجون رو از خاک درست میکنه، یه کمی خاک میدادن بهش، یعنی ببخشید معجونی که برای این درست کردن از خاک درست میکنه. ساخته معجون مفرح خاک، خاک شده باد مسیحای او. چون ضمناً به فکر میکنم در بیماری سودا از خاک استفاده میکنن به معالجه، اون وقت خوب میشده. اون وقت میگه که خاک شده باد مسیحای او، نفسی که زندش میکنه. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. ضمناً آب و باد و خاک و آتش با هم جمع کرده. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. یعنی آتش سودای، چون سودا به معنی عشق هم هست ضمناً، و یه آتشی داره. سعدی میگه لاابالی که کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. سر سودایی این سر عاشق. آب زده آتش سودای او، بعد میگه که شربت و رنجور به هم ساخته، شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سوداش بپرداخته. ریخته بیمار یکی تشت خون بر افق، که افق شفق که بر افق حاصل میشه. ریخته بیمار یکی تشت خون، گشته ز سر تا قدم انغاز خون. انغاز یعنی مرکب، یعنی این تشت خون خالی کرده، یعنی آخرین نور خودشو از دست داده روز،
و یک دشت خون بالا آورده توی افق و بعدن هم سر تا پا سیاه شد یه مرتبه و گشته سر تا قدم انغاز خون. رنگ درونی شب زمنان میخواد بگی باطنش آشکار کرد. شب اول چیز میکرد، معاشقه میکرد که ما هم روشنیم و یه مختصر نوری داریم اینا، ولی آخرین و تشت خون رو ریخ و سر تا قدم انغاز خون شد و رنگ درونی شده بیرون نشین. گفته قضا کان من الکافرین، و قضا گفت که بله انه کان من الکافرین. دیدی معلوم بود که سیاه دل بود و دل سیاهش میشوند. حالا تمام میخواد که شب شد، میخواد که شب شد. من به چنین شب که، اما شب که میخواد دیگه بعد این شب رو مرکب قرار نده که همه حرفا رو بزنه. اگه همه حرفا رو میزد چی میگفتن؟ خب صحبت این حالا مقدمه است که میخوام بگم که یه شبی بود. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت، هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. من بازی شب، شب بازی که تقارن ایجاد کرده، بازی شب شب بازی یعنی اومدن اونجا زهره را آوردن و گاه دفع زهره درم ریز کرد. زهره دفعش وقتی درم ریز میشه یعنی نور پخش میکنه. گاه گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دفع زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت. من بلبل یه باقی بودم که اصلا باق نداشت، درخت نداشت، گل نبود، هیچی نبود، در دل خودم بودم. بلبل آن روزه که باقی نداشت، خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. بعد حاطف خلوت به من آواز داد و بعد گفتش که باید در یه چه میشدی که شب معراج بوده. حالا این یک استعاره است. اینا پر از استعاره های پیچیده و تشبیه در تشبیه، و غیر از استعاره مجازم هست. مجاز با استعاره فرقش اینه، یه وقت شما میگین الف ولی مقصودتون بس، این میگن استعاره. چه موقع میگن استعاره؟ موقعی که به دلیل شباهت باشه. یعنی شما مثلا میگید که نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان. نرگسش یعنی چین چشمش، شما میگید نرگس هم از این چشم. پس یه وقت میگید لعل او، لعل سخنگوی، لعل یعنی لب. اینو بهش میگن استعاره. چرا؟ برای اینکه شباهت داره. اگر بگن الف مثلی است با ب، ببخشید، اگر بگن الف مثلی است با ب، میگن تشبیه هستن، استعاره نمیگن. اگر بگن مثلا چشمش مثل ستاره میدرخشه، اینو بهش میگن تشبیه. چهرهش هم مثل گل میمونه، اینو میگن تشبیه. چرا؟ برای اینکه هر دو طرف نمیگن این اونه، میگن این شبیه اونه، این تشبیه. اما اگر اون اصلا نگن، بگن گل دیدن، گل عذاری ز گلستان جهان ما رو بست، اون میشه استعاره. اگر به دلیل شباهت باشه. اگر به دلیل شباهت نباشه، به یه دلیل دیگری باشه، شما بگین آ ولی منظورتون ب باشه، به یه دلیلی، اون رو بهش میگن مجاز. اروپایی ها میگن متانینی، اون رو میگن متافور، به ترتیب تشبیه رو میگن سیمیلی، استعاره رو میگن متافور و مجاز رو میگن متانیمی. که این متانیمی مثل این میمونه که شما مثلا میگن شکسپیر رو خوندی؟ شکسپیر رو کسی نمیخونه که. منظورتون چیه؟ یعنی آثار شکسپیر رو. میگن سعدی رو خوندی؟ یا میگن مثلا از این مغازه بپرس، کسی از مغازه چیزی میپرسه؟ مغازه که یعنی از صاحب مغازه بپرس. یعنی شباهت هم نیست که به دلیل شباهت باشه که این مغازه شبیه چون صاحب مغازه است، به دلیل اینکه این ارتباط دیگری دارن. اون ارتباطاتی که خیلی هم ممکنه گوناگون باشه، ارتباط سمبول، مثلا یه چیزی سمبول یه چیزی که میگن طاووس، میگن طاووس منظور غروره، میگن خروس منظور شهوته، در سمبولیست. بنابراین این رو به دلیل شباهت هست، گاهی به دلایل دیگری هست. حالا اینجا سمبوله، به دلیل شباهت نیست. خروس شباهتی با اون شهوت نداره، به دلیل اینکه از خصوصیات چرا سمبول قرار گرفته. گاهی مضاف و مضاف الیه رو یک شه حذف میکنن. همینجوری مثلا میگن صاحب مغازه، نمیگن صاحب مغازه، میگن از مغازه بپرس، برو از این خونه بپرس، یعنی از صاحب خونه بپرس. مضاف الیه حذف میکنن. همینجوری میگن حذف مضاف جایزه، به شرط اینکه یه قرینه باشه. البته که این مضاف الیه ما حذف کردیم. یه کسی گفته بود که خداوند تو رحمان و رحیمی، یقین دانم که شیطان رجیمی. این چه کوکی داری میگی تو؟
گفتش که این حسب مذاب جایزه، برای اینکه یعنی خالق شیطان رجیم. گفتن درست حسب مذاب جایزه، ولی دلیل باید داشته باشه، یعنی قرینه میخواد. اینجا قرینه وجود نداره، بنابراین میخندن مردم، ولی باید یه دلیلی داشته باشه که من اینو حذف کردم. رابطه علت و معلول مثلا اینا جزء روابط مجازی بهش میگن، میگن علائق مجازی. 25 نوع علائق مجازی هست. حالا داشتیم اینو میگفتیم که در متافور دو تا بخش داره، یکی اون مرکبه، در هر متافوری یکی اون مرکبه که اون مطلب رو میخوان سوار این بکنن. خانم امیل دیکنسون میگه زورقی بهتر از کتاب نیست که شما رو بر میداره میبره به دیار دور، به جایی که خواب ندیدی. این تنور یعنی اون مطلب. بنابراین تنور مهمه. آدمی که تنوری نداره، حرفی برای گفتن نداره، اون وقت دیگه داره شعر بافی میکنه، داره خیال بافی میکنه، داره استعاره بافی میکنه. اینا بیشتر شعرهای سبک هندی مضمون پردازی و خیال بافی کردن، حرفی نمیخواستن بزن. مثلا فرض کنید میگه که بخیه کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست. حالا بخیه کفش میگه مثلی داره میخند، خنده می آید برا بر هرزه گردی های من، یعنی این کفش من داره به ریش هرزه گردی های من میخنده، از این جهت چیز شده اشکال نداره. بخیه کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست. یا مثلا اشک کباب موجب طغیان آتش است، چون میگه گریه نکن میشه ظالم. البته گاهی اوقات هم مطالبی رو بیان کردن شعر هندی، ولی اغلب اوقات اون مطلب هم حتی برای اینکه این مضمون بگن بیان کردن، یعنی بالاخره یه نفر سوارش گذاشتن. اما مهم اون شراب نیست، مهم اون جامه. مثل مغازه‌ای که کریستال فروشی دارن، کریستال فروشی دارن یه چیزی هم میریزن، گاهی اوقات شما ببینید چه جوری میشه، کاری به اونش نده، این شما کریستال رو میخواید بخرید. گاهی اوقات اونا یه مطلبی هم میریختن توی این که مثلا فرض کنید صبح برکف، پس بیادم دست بشه، صبح برکف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. این ترکیب معصیت و خنده و هرچه خنده اومدن اون به استغفار ما، به ریش استغفار ما می خنده اینا. ولی این هدفش در واقع اون مطلب نیست، مطلبش اینه که یه مضمون قشنگی داره میگه که هیچ کس هم چیزی نگفته. یکی از شعرهای معاصر قمشه خودمون میگه که به وضو به ریا وضو گرفتن همه بود شست و شوی، من و دست بی وضوی که نریزد آبرویی. یه مطلبی رو داره میگه البته، و هدفش هم گفتن اون مطلب بوده، ولی گاهی اوقات مضمون غلبه میکنه و مضمون رو اصل قرار میدن. و خیلی اوقات علت این که میبینید شما اشعار صائب و کلیم و شعرهای هندی زیاد در دلها ننشسته و خیلی بر سر زبانها نیست، مگر خیلی تعداد معدودی ابیاتشون تک بیتی دارن. اینا معمولا تک بیتی هم خیلی هاشو کامیون دارا پشت کامیون میرسن. یعنی البته شعرهای خوب هم هست، نمیخوام بگم شعر خوب هست که مستی گذشت پیری رسید، و حالا اینم باز زمان پیری خودشو داره میگه، اون پیری شکسپیره که گفتم دو قسمت، دو تا قسمت بود. حالا قسمت سوم که بزرگتون بگم که میگه که یا تو در من غروب روزی رو میبینی که در دامن مغرب نشسته، و شب که توامان مرگ هست، دو قلوی با هم، شب که توامان مرگ داره یواش یواش این در کام خودش میشه، یا تو در من آتشی رو میبینی که رو به خاموشی داره میره، و اون چیزی که وقتی به آتش رو به خاموشی میره در واقع از همون سوخته های خودش خاکستر به سرش میشینه، یعنی محصول سوختن های خودش تبدیل به خاکستر میشه، و همونی که داشته بود او رو مدد کرده بود نارش میمیره به دست همون چیزایی که نارش باید که با وسیله اون تغذیه شده بود، همونا میکشه. بعد نه آخرش میگه که تو اینا رو وقتی میبینی، اینو حرف مهمش اینه، میخواد بگه که تو وقتی اینا رو میبینی عشقت به من بیشتر میشه. چرا؟ برای این که میدونی که این آتشیست یا روزیست که به زودی دیگه من از دست میدید. مشروفش داره میگه که این اونو میخواد ایجاد بکنه، که تو از تمام این استعارات و تشبیهات میخواد اون احساس رو، که خیلی خوبه که آدم فکر بکنه که من ممکنه دیگه این آدم رو نبینم، این هیچکس ضمانت نکرده که این زم بمونه، که نباشه فردا، و به خصوص که اگر پای در دایره سن گذاشته باشه. میگه که تو
این عشق